دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. بریم به سراغ کشتی‌های انتخابی کشور. وزن 61 کیلوگرم. خب دو در اول کشورمون به نوعی تشک میان. داریوش عزت‌گلی‌زاده دلاور از شیروان خراسان شمالی با دوند قرمز در مقابل رضا عطفی. دیگر دلاورمون از بابل مازندران به نوعی تشک اومدن. راستای همدیه کار میکنن. وزن 61 کیلوگرم. هر دو کشتیگیر فنی و خوش تکنیک هستن. دستاشون پر سرعت داره کار میکنه. کشتی سرعت بالایی برخورد داره. یه زیر نشون داد حالا عزت گلی زاده. ولی سخت است به پای رضا عطری رسیدن. رضا عطری به روی کاغذ مدال های بیشتری داره نسبت به عزت گلی زاده و پر تجربه تر هست. ببینیم چه میکنه عزت گلی زاده که در سال گذشته نقره اولانباتور قزاقستان رو گرفت. مغولستان ببخشید. سال گذشته بله نقره اولانباتور مغولستان رو گرفت داریوش عزت‌گلی زاده. در جام تختی سوم شد و قهرمانی کشور اول. حالا 2-3 هست این انتخابی. اگر رضا عطری برنده میدان باشه که کار تمام هست، ولی اگر عزت‌گلی زاده برنده این مسابقه یک بار دیگه باید در مقابل عطری کشتی بگیره. ببینیم چه میکنن در مقابل هم دیگه این دو داره برای کشورمون. دستاشون خوب داره کار میکنه. هر دو کشتیگیر سرحال هستند و پرنشا. سرعتشون بالا هست. راسته هم دیگه همچنان کار میکنن. تحت فشار گذاشته هم دیگه تو راه رو برای فنون خودشون باز کنن. یه زیر نشون داد رضا عطری از راه دو، ولی فقط نشون داد. راسته هم دیگه کار میکنن. سرگرده هم دیگه فشار میارن تا یه لحظه اشتباه کنن حریف از اشتباه هم دیگه استفاده کنن. حالا اختیار کمکاری به روی حضرت گلی زاده قرار داده میشه. 2 دقیقه از کشتی سپری شده. همچنان بدون رد و بدل شدن امتیاز دسته هم دیگه کار میکنن. یه لحظه نشست برای مچ پا حضرت گلی زاده، ولی هوشیار بود رضا عطری و رها کرد خودشو. یه زیر دیگه نشون میده حضرت گلی زاده. حضرت گلی زاده هم داره خوب کشتی میگیره. رو به جلو هست. راسته هم دیگه همچنان کار میکنن. برای 30 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز برای رضا عطری ثبت میشه. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. دستی رکت از این بر هم مچ دست رو گرو گرفته. یه لحظه اومد برای زیرگیری حالا حضرت گلی زاده. 20 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. سرگرده هم دیگه کار میکنن. مچ دست رو از اومد گرو گرفته عطری. 5 ثانیه تا پایان کشتی 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. تحت فشار گذاشته. حالا یه فنده کمر نشون میده رضا عطری و بالا میتابونه. یه لحظه رو پل بود. زمان تموم میشه. میتونه ضربه کنه. ببینیم چارتایی میدن یا نه. یه لحظه یه فنده کمر زیبا رو به اجرا گذاشت. برای چارتایی دادن بهش. نتیجه کشتی 5-0 میشه و خوشحالی پژمان درستکار. یه لحظه رفت که آب میبر رو باز کنه بزنه تو رگ. نوش جانت آقای درستکار عزیز. واقعا ارتباط خوبی با کشتیگیرها داره. همه دوستش دارن. امیدواریم در سربستان هم بتونه مدال‌های خوش رنگ جهانی سال قبل رو تکرار کنه برای شادی دل هموطنانمون. خواب دو کشتیگیر از مربیای خودشون میرن. 30 ثانیه وقت استراحت به پایان میرسه. میانه تشک برمیگردن و کشتی ادامه پیدا خواهد کرد. تا به اینجای کار رضا عطری برنده میدان هست. 5-0 جلو هست و عزت گلی زاده کار سختی داره در مقابل رضا عطری. یه لحظه رفت برای زیر دخان، ولی قبل از اینکه فندش رو به اجرا بذاره داور سوت زده بود. نمیدونم یه لحظه احساس ناراحتی کرد رضا عطری. داور سوت زد، ولی خب البته عزت گلی زاده هم تقصیری نداشت. رفت برای اجرای فند که بین راه داور سوت زد. دیگه واقعا نمیشد کاری کرد. ببینیم یک بار دیگه صحنه آهسته رو. یه لحظه اینجا دست روی پیشونی، ولی داور هنوز سود نزده بود. رفت برای زیرگیری. یه جایی میشه گفت
کار درستی هست، نباید منتظر سود بشن بچه‌ها. البته اینجا تو خود کشور خودمون هست، ولی کشور دیگه واقعا منتظر نمیشن که مرام و معرفت بزنن و منش پهلوانی. تا سود زده نشده استفاده میکنن کشتیگیرهای حریف. یه لحظه که غفلت میکنن کشتیگیرهای ما غافل میشن از صحنه، بلافاصله میان و فنون خودشون رو به اجرا میذارن و داور هم امتیاز رو میده. نباید منتظر باشیم تا داور سود بزنه. تا وقتی سود نزنه، تا وقتی مطمئن نشدیم، باید کشتیگیرها برن برای اجرای فنون. امیدواریم مشکلی برای عطری پیش نیومده باشه و به کشتی برگرده. رضا عطری در قزاقستان تونست سهمی المپیک رو بگیره. تو المپیک هم کشتی های زیبایی گره، ولی خب پنجم شد. نزدیک بود که به روی سکو بره و حداقل مدال برنز المپیک رو کسب کنه، ولی خب همه آماده میاد المپیک دیگه، واقعا باید شش دنگ باشی. نتونست روی سکو بره، ولی از نظر امتیازی امتیاز آور بود برای تیم المپیک ما. پنجم جهان شده، برنز بازی‌های آسیایی 2018 رو داره در جاکارتا. رضا عطری طلای قهرمانی آسیا رو داره در شیان چین 2019، برنز قهرمانی آسیا رو داره در دهلی نو 2017، طلای جام الکساندر مدوید رو هم گرفته در سال 2016، برنز المپیک ارتش‌های جهان رو هم به گردن انداخته. پر سابقه و پر تجربه هست رضا عطری نسبت به حریف کم تجربه اش. تا به اینجای کار هم 5-0 جلو هست. اگر بنده میدان باشه کار تمام خواهد شد و وزن 61 کیلوگرم هم پروندهش بسته خواهد شد، ولی اگر ازت گلی زاده بتونی توی 2 دقیقه امتیازاتش رو برگردونه و بنده میدان باشه، یک بار دیگه بعد از 10-20 دقیقه استراحت باید در مقابل هم قرار بگیره. ببینیم چه میکنن در ادامه کشتی. مطمئنن عطری میره برای اداره کشتی، ریسک نمیکنه در مقابل حضرت گلیزاده. میدونه که بدل کار هست و کشتی بلد حضرت گلیزاده. تاثیر کرد، ببینیم کاملا داره اداره میکنه کشتی رو رضا عطری. بعد از اینکه 5 امتیاز جلو افتاد نمیخواد ریسک کنه، راسته هم دیگه کار میکنن دیگه. حضرت گلیزاده هرچی در چنته داره باید رو کنه. اگه میخواد صاحب پیراهن تیم ملی بشه، یه لحظه حال زیرگیر از راه دور حضرت گلیزاده میره که دور بزنه. عطری میرفت که یه لحظه دور بزنه و خودش رو به پشت داروش برسونه. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. ببینیم چه میکنن در ادامه کار. یک دقیقه 10 ثانیه تا پایین کشتی زمان داری. همچنان رو سرگردن هم دیگه کار میکنن. کشتی از سرعت بالایی برخورداره. داروش باید دیگه هرچی در توان داره رو کنه، باید بره برای جای فنون. فنون بالا میخواد، سخت است با 1-2 امتیاز. یه لحظه اومد برای زیرگیری، به پا رسید، ولی خیمه سنگین رضا عطری تو همه حالت نگه میداره تا ثانیه های از کشتی سپری بشه. عرض کردم رضا عطری پر تجربه هست و میتونه اداره کنه کشتی رو. حضرت گلیزاده بیاد، باید بیاد دیگه، هرچی یاد گرفته از اساتیدش رو کنه دیگه، باید بره برای اجرای فنون بالا. زمان زیادی نداره. داور به عطری تذکر میده که نباید پا به عقب بکشه، نباید فرار کنه. میتونن اختار امتیاز بدن، ولی 1 امتیاز هم کاری رو دوا نمی کنه. یه حسومت پیش بندازه داریوش رضا عطری رو، یه زیرگیری نشون داد، ولی نمیتونه دستای رضا عطری عبور کنه. به هر دریزت بسته بود، منطقی و عاقلانه کشتی گرفت رضا عطری. 5 امتیاز گرفت و کشتی رو اداره کرد. 15 ثانیه تا پایین کشتی زمان داری. فکر میکنم با این اوصاف رضا عطری نوبنده تیم ملی رو به تن خواهد کرد در وزن 61 کیلوگرم. بله، اینجا اختار کمکاری به رضا عطری داده میشه و 1 امتیاز برای حضرت گلیزاده. خسته هستن هر دو کشتیگی، فشار زیادی رو هم دیگه آوردن. یه دو چارتایی باید بزنه حضرت گلیزاده و تمام میشه، نمیرسه. خب به این ترتیب پرونده وزن 61 کیلوگرم هم بسته شد عزیزان. دومنده تیم ملی به رضا عطری از مازندران میرسه. تبریک میگیم و خسته نباشید به این دلاور عزیزمون. امیدواریم که در سربستان کشتی های زیبایی به نمایش بذاره و مدال طلا رو به گردن بندازه.
بله داریوش حضرت گلی زاده باید به کنار دیگر دلاور کشورمون بیاد و دست رضا عطری به عنوان فرد پیروز بالا میره. دوستان یا حق.